دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این جلسه میخوایم در مورد تگ های مپ و ایریا با هم صحبت بکنیم. اینجا من یه دونه عکس اومدم و توی فایل HTML هم قرار دادم. اون عکس هم به این صورت. خروجی رو اول با هم ببینیم. این خروجیه که من دارم. حالا سناریویی که توی ذهنم هست اینه که من روی هر کدوم از این پرچم ها یا حالا اون اسمش کلیک بکنم، وارد صفحه ویکی‌پدیای اون کشور بشه. خب این یک عکسه و حالا من میخوام چند تا لینک داخل این عکس قرار بدم. یعنی مثلا این کشور یه لینک باشه، لینک بشه به ویکی‌پدیای کشورش. این یه لینک. خب این با استفاده از مپ و ایریا قابل انجامه. یا مثلا یه وبسایتی داریم ما که توی اون وبسایت ما لوازم خانگی میفروشیم. حالا یک همچین عکسی داریم. میخوایم که کاربر روی هر کدوم از اینها کلیک کرد بره و وارد صفحه اون محصول بشه. مثلا روی یخچال که کلیک کرد وارد اون صفحه محصولات یخچال بشه یا لباسشویی بشه. خب اینم یه سناریوه و حالا سناریو بعدی هم که خب مورد بعدی که هست اینه که مثلا ما یک وبسایت داریم برای یک فیلم. خب و حالا داخل اون فیلم ما یک کاور داریم، یک پوستر داریم و میخوایم روی هر کدوم از این بازیگران که کلیک کردیم وارد صفحه شخصی بشیم یا حالا وارد فیلم هاش بشیم، وارد هر صفحه‌ای که میخوایم بشیم. پس این مپ و ایریا خیلی کاربرد داره و به نظر من یکی از تگ‌های جالب و کاربردی میتونه باشه. مثلا شما داخل اینستاگرام دیدید، مخصوصا اون پیج‌های خارجی، پیج‌هایی که فروش دارن، فروش محصولات دارن، مثلا یک مدل هست که یک گوشواره داره، یک کیف دستشه، یک پالتو تنشه. شما روی هر کدوم که بزنید وارد اون صفحه اون محصول میشید. یعنی به جای اینکه یک عکس برای پالتو بذاره، یک عکس برای کیف بذاره، یه مدل میذاره که هم کیف دستشه هم پالتو تنشه و با یک عکس شما میتونید وارد دو صفحه مختلف بشید. خب بریم و همچین سناریوی رو پیاده بکنیم با هم. برای پیاده کردن این سناریو کافیه ما وارد این سایت بشیم، imagemap.net. عکسی که میخوایم رو اینجا آپلود بکنیم. عکسی که میخوایم، من این عکس این رو آپلود میکنم و بریم و اون رو تکمیل بکنیم. اول از همه این حالت‌های مختلفشه، حالت شیپاشه که حالا من رکت رو انتخاب میکنم، رکت مستطیلیه و اینجا میخوام لینک بدم. حالا اجازه بدید من اینجا مثلا کشور هند رو سرچ بکنم، ویکی‌پدیاش رو بیارم، این رو الان من کپی میکنم و به عنوان این لینک قرار میدم. تایتلش رو هم میذارم ایندیا، تارگتش رو هم میذارم بلانک. این تارگت همونه که اگر کلیک شد مثلا توی خود همون صفحه باز بشه یا توی صفحه دیگه باز بشه. وقتی که تارگت بلانک بود یعنی توی صفحه دیگه باز میشه. حالا کافیه که اون محدوده‌ای که میخوایم رو سلکت بکنیم. من اینجا یه دونه کلیک میکنم، اینجا هم یه دونه کلیک میکنم. حالا این رو دیگه میام و تغییر میدم به هر منطقه‌ای که خودم بخوام. تا اینجا به نظرم کافیه. الان اگر توی این منطقه کلیک شد وارد این صفحه ویکی‌پدیا میشه. خب یکی دیگه اضافه میکنم، دوباره شکلش رو مستطیل قرار میدم و حالا مثلا برای کانادا میام و این رو ست میکنم، کانادا. دوباره تارگت بلانک و اینجا این رو میزنم. اینجا باید این رو اول انتخاب بکنید، دوباره سلکت میکنم به این صورت. حالا مهم نیست خیلی. الان یکی دیگه هم مثلا میتونم انتخاب بکنم و مارک و اینجا هم می‌نویسم مارک، تارگت هم بلانک میذارم، انتخابش میکنم و این رو به این صورت سلکت میکنم. حالا کافیه که روی این گزینه کلیک بکنم و یک کدی به من میده. کافیه که این کد رو من تا اینجا کپی بکنم
و توی پروژه هم قرار بدم. حالا ببینید این ایمیج خب باید همون ایمیج بالایی باشه، یعنی آدرسی که داره باید همین عکس من باشه که لود بشه، آدرسش به این صورته که من این بالا آدرسش رو نوشتم، اینو دیگه پس نیاز ندارم. و یه اتریبیوت داره ایمیج به نام یوز مپ که اینجا نوشته ایمیج مپ. این ایمیج مپ دقیقا برابر با نیم همون تگ مپیه که ما استفاده کردیم. حالا خود مپ و ایریا به این صورت نوشته میشه، تگ مپ باز و بسته میشه و داخلش تگ ایریا قرار میگیره که ایریا هر کدوم از اون منطقه هایی که ما انتخاب کردیم. داخل ایریا ما تارگت داریم، حالا تارگتش بلانک هست که خودمون مشخص کردیم، آلت داریم، تایتل داریم، تایتل حالا بهتون میگم چیه، اچرف داریم و این هم مختصاتیه که وجود داره و این هم شکل ماست. الان من اگر این رو رفرش بزنم اینجا مثلا روی ایندیا که بیاریم، روی کشور هند بیاریم، میبینید که هم حالت موسم پوینتر شد و هم یه تایتل ایندیا نوشته شد. این تایتل همین مشکی است که برای من نوشته، این رو تایتل برای من مشخص میکنه. الان من اگر کلیک بکنم وارد صفحه ویکی‌پدیا کشور هند میشم، اینجا وارد صفحه ویکی‌پدیا کشور کانادا میشم و به این صورتی که میبینید. خب این میتونه کاربردی باشه واقعا این روش، حالا بستگی به وبسایت داره و بستگی به سیاست اون وبسایت داره، اما خیلی خوبه که این موضوع رو شما بدونید. خب خسته نباشید و خدا نگهدار.